اولش حرفی بودم که زود از یاد میره، من بدون این که با روی بال میره، من دید جون به سر رو هوام گرفت و برد دست اهل دل سپار. اهل دل منو دیدن، قصم و پسندیدن، شاعران تابیدن و نقالا هی رسیدن. سخن شدم ورد مردم محل، دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب المثل، دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب المثل. قسمت 28، این داستان رفقا. دست شما درد نکنه. بخور نوش جونت. الهی شو چاییدی بازار بابا جمعه بزرگون جمعه، فقط ریزمیزتون کمه که خودم در خدمتم. کجا بودی تا حالا؟ همین دور و پرا در خدمت داشت کلاقای لوتی. این بچه چرا اینطوری حرف میزنه؟ یه مدت با یه عده کلاق لاتوپاد دوست شده. لاتوپاد نه و لوتی پوتی، آسوپاسن داغون من. اما با حالم سر بالا سینه کفتری صدا رو انداز پس کلت آوری کلت. این چه رفتاریه؟ همینه که ولش کنین عزیزان، داستان امروز ما با این پیرمرد شروع میشه که داشت به سمت خونه‌ای که دوستان قدیمیش میرفت. برم الان؟ بله، اون داشت به سمت خونه‌ای که دوستای قدیمیش میرفت. پس قصه شروع شد، بریم ببینیم چی پیش میاد. پیرمرد داشت به سمت خونه‌ای که دوستاش میرفت که یه دفعه یه آشنایی رو دید. چی شده؟ چرا دستاتو بستن جوون؟ راستش ماجراش طولانیه. اینو رفقاش سر من کلا گذاشتن، اومدن 20 سیخ کباب خوردن و بردن، اما دقیق از یه پول سیاه. راست میگه؟ دروغم چیه؟ تازه اون رفقای سبک مغزش کلی بهم خسارت زدن. یالا ربیا صبر کنین، من خودم خساراتشو جبران میکنم. تو هم از شکایتت بگذر، حالا این یه بیعقلی کرده، من میشناسمش، پسر خوبیه. جان شما اینم خب خلاصه مرد کبابی از شکایتش منصرف شد، پولشو گرفت و گزمن جوونو آزاد کرد. خیش خدا عمرت بده. عمر که داده حسابی هم داده. تعریف کن ببینم این رفقایی که کبابی میگفت کیان؟ هیچی، رفقا من دیگه، ما از قدیمون ندیم سه تا رفیق بودیم، بزرگ که شدیم هر کی به راهی رفت، من خیلی وقت بود ازشون خبری نداشتم تا این که هندونه ببر شیرین و ترخ هندونه. آقا این هندونه ها چنده؟ درشتاش 3 سکه، کوچیک های 1 سکه. از اون تر بده ببرم. این خوبه؟ ناره این داده بیداد چیسه پولم کو. وای دزدیدن. ببینم عمو این ماره توه؟ کیسه من دست تو چیکار میکنه؟ اینه تو بچگی با رفقات نبافته که یادگاری بمونه. این یکی، اینم اون یکی. توی رفیق. آره این رفیق ما رفیق دیگه‌مونم پیدا کرده بود. خلاصه اینجوری شد که این بچگی ها جمعمون جمع شد، یه جمع با حال که وقتی با هاشونی ها جز هر هر و کر کر کار دیگه ای نمی کنی. خب اینم از رفیق قدیمی. کارکاشی بیچون به راهه. رفیق من رمالم. اگه تو رمالی پس لبود منم حمالم. <تص->
برو ببینم. آقا یه سنگ گرد نیفتاد اینور، آخه ما داریم هفت سنگ بازی میکنیم. ها؟ چی بگم؟ ما سنگ گرد دیدیم. مگه اون سنگ گرد؟ بذار ببینم این سنگ مال کیه؟ ها؟ مال منه. بیا بگیرش ببینم. اومدم. آی از اون روز به بعد مجام با رفقا خوش میگذروندیم. خلاصه کار ما با رفیقام این بود تا اینکه یه روز ساکت شو بابا، نمیذاری چرتمون ببره. خیلی خنده دار بود. کبابی نفهمید ده تا سیخ کباب خوردیم. عجب کباب زدیم. اخ 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 صابش اومد. مثل اینکه هوا بزه. اصلا کبابی نفهمید که پیچوندیمش. قیافه شلن دیدن داره. پس خوب از قیافم دیدن کن. اینطوری شد که رفقام تنام گذاشتن. بعدش هم که خودتون بهتر میدونی. بله، گناهکار بیپروا به لقمه ای تو رو میفروشه. حالا فهمیدی که عاقبت دوستی با این رفقا بدبختی و بدنامیه؟ بله، من واقعا پچیمونم. دیگه هواشم رو جمع میکنم. آفرین، حالا برو دیگه با این رفقای بد نگرد. آخه خدا نگهدار جوون. خدایا شکر که تونستم این جوون رو از همنشینی با رفقای نابابش با خیلی باحال بود. شما این رفقا با یه لوتی آشنا بشین. اون بود که منو از دست گزمه آزاد کرد. مگه همین الان نصیحتت نکردم جوون؟ آره، اما خب اینا رفیقامن، نمیتونم که اصلا جواب شرمشون رو ندم. تو که باهاشون سلام نمی کردی، داشتی بگو بخند می کردی. خب نمیشه که بعدی سلام بگو بخند و معاشرته، بعدش هم دور هم نشستن و گپ زدنه. لابد بعدش هم باز همون مردم آزاری ها. نه، من فقط باهاشون میگردم، تو کارای که شر بشه باهاشون شریک نمیشم. نه جوون، با آدم ناباب. نه چه سروری تاج سری بابا بامرام، ما این رفیقمون از تو داریم، بازم پیش ما بیا. دمت گرم لوتی، کارت درسته. بله عزیزان، میگفتم. میگفتی؟ همونطور که گفتم، اصلا برای چی ناوردی اینجا؟ شونه بالا کلتو میدی زلفامو زفا بدم شونه بسر. زلفت کجا بود؟ تا که همهش پریکه ببندیشم. چندی گذشت و اون جوون تا تونست با رفقای نابابش گشت و خوش گذرون تا اینکه سلام، ببخشید یادتونه من امر خیر پری روز مزاحم شدیم. میخواستم ببینم جواب دختر خانمتون چیه. حالا ما به آدمی که پشت سرش حرف دختر نمیدیم. مگه مردم پشت سر من چی میگن؟ کبابه، کبابیه، بیا کباب و ریون بخور. به بچه کبابی. سلام مشتی. قصه نداریم، تمام شد. اینا چرا اینجوری شده؟ سلام همشیره. شبا، این یکی از همون عرازل محله، الان رفقاشم بیداشون میشه. خودشه خودشه، باز دوباره شر به پا میکنن. اون جوون به خاطر دوستی با آدمای بد تو شهر بدنام شد، برای همه مجبور شد اون دیار رو ترک کنه و به جایی بره که کسی اونو نمیشناسه. فقط من و تو موندیم رفی. ها؟
سلام جوون، کجا به سلامتی؟ هی خودتون که میبینین من دیگه توی این شهر جایی ندارم، حتی خره من به این محل نمیجاره. یاد شعری افتادم. طلب کردم زدانای یکی پند، مرا فرمود با نادان نپیوند. مطمئن باش این بار نصیحتتو گوش میکنم. هی من دیگه برم. سب کن تو همراش برو، جوون خوبیه، فقط یکم ساده است، هواشو داشته باش. بله، طلب کردم ز دانای یکی پند، مرا فرمود با نادان نپیوند. دوستی با دوستای ناباب خیلی بده. کلاغ بی ادب، دیگه هرچی منتم بکشه باش دوست نمیشم. چی شده زاغو؟ اون کلاغ بد میخواست منو تومه خونه تا بتونه از یکی پنیر بدوشه، نزدیک بود بگیرنم. عجب، اون دوست خوبی نبود، منو ببخشونه بذار که به حرف پوش نکردم. اشکالی نداره، حالا که فهمیدی اشتباه کردی من میبخشمه. جیگن جمعه جم بابا را به ایوز داری. ای بابا شوخی کردم. خب تا برنامه بعدی دوستای خوبی پیدا کنین. خدا حافظ. زیاد.